من داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستی. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است. بقیه روزها هم ساعت 4 است به وقت لس آنجلس تقدیم شما می شود. عزیزان دل، مژگان عظیمی، خواننده افغان، دمشگر، کمتر خواننده ای پیدا میشه انقدر دل و جرأت داشته باشی همچین ترانه ای رو بخونه. یک گزارشی 5 سال پیش تهیه شد از گردش مالی صنعت محرم. تعجب میکنید چرا صنعت محرم؟ حالا گوش بدید. صنعت عزاده، حالا این قیمت ها مال 5 سال پیش، ها 10 برابرش کنید. صنعت عزاداری محرم یکی از صنایع مذهبی است که در حد و اندازه های عجیبی گردش مالی بالایی دارد. تنها دستمزد مداحان در 2 ماه محرم و ماه صفر گویای این واقعیت است. درآمد مداحان متناسب با تورم طی این سالها افزایشی فراوان پیدا کرده. گفته می شود که مداحان سوپر برند تا روزه 100 میلیون تومان نیز دریافت کنند. باز میگم این قیمت های 5 سال پیش ها. اونها درست مثل یک خواننده معروف مدیر برنامه دارند و تنظیم زمان و مکان روزه‌هایشان تفاوتی با تنظیم برنامه‌های کنسرت خواننده‌های معروف ندارد. مدیر برنامه‌ها عموماً قراردادهایی را با صاحبان هیئت‌ها تنظیم می‌کنند که فقط یکی از مفاد آن حق القدم مداح است. در سال 96 جواد مقدم یکی از مداحان سوپر برند برای 10 شب روزه‌خوانی در هیئت قریب مدینه بابل 1 میلیارد تومان دریافت کرد، به علاوه یک ویلا که به عنوان سله به او داده شد. در بندهای دیگر این قراردادها مسائل مانند هیئت همراه یا پامنبری ها هم مورد توافق قرار می گیرند. مداحان برند بین 10 تا 40 پامنبری اختصاصی دارند که باید در تمامی روزخانی هایشان حضور داشته باشند، حتی اگر جلسه روزخانی در شهری دیگر برگزار شود. این پامنبری ها نیز از صاحب هیئت در قبال گرم کردن روزه حق القدم دریافت می کنند. حق القدم پامنبری ها معمولا کسری از حق القدم مداح است و گاه تا 10% آن نیز می رسد. نحوه پذیرایی و شام هیئت نیز از جمله مواردی است که باید مورد توافق قرار گیرد. یک مداح سوپر برند در هر هیئتی روزه نمی‌خواند و نمی‌شود با هر غذایی از پامنبری‌ها و هواداران خاص او پذیرایی کرد. بند دیگر قرارداد مربوط به سیستم صوتی است. مداحان سوپر برند معمولاً تقاضای سیستم‌های صوتی حرفه‌ای دارند که قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و کرایه آنها تا شبی 50 میلیون می‌شود. همچنین نحوه اطلاع رسانی در مورد جلسه روزخانی نیز از مفاد قراردادها است. صاحبان هیئت‌ها در توافق با مدیران برنامه مداحان موظف می‌شوند تا تعدادی بنر به اندازه مشخص در قرارداد را در نقاط مختلف شهر نصب کنند تا مخاطبان هر مداح راحت‌تر بتوانند از زمان و مکان برپایی جلسات روزه آگاهی پیدا کنند. گروه فیلمبرداری، دکور هیئت و غیره از جمله مفاد قرارداد است که در برخی موارد قیمتی برابر 100 میلیون تومان پیدا می‌کند. در صورت دعوت مداح برای روزخانی در شهر یا شهرستان دیگر، هزینه های سفر، اقامت و پذیرای ویژه از او و هیئت همراهش نیز به تمامی این مخارج اضافه می شود. گردش مالی عزاداری محرم محدود به درآمد مداحان نیست. این بازار ظرفیت های بیشتری دارد، تا جایی که محمد حسین بلک، مدیر کل تبلیغات اسلامی، در این رابطه به ایسنا گفته است گردش مالی هیئت‌های مذهبی در دهه محرم افزون بر 1000 میلیارد تومان است. بازم میگم این مال 5 سال پیشه. بنابر اعلام سازمان تبلیغات اسلامی در کل ایران حدود 100,000 هیئت ثبت شده وجود دارد و تنها در شهر تهران 19,294 هیئت با 6,715 مداح در دهه محرم فعال می باشد. و این چنین است که گفتند محرم و سفر در واقع جشنواره است که برای مداحان و منبری ها برگزار می شود. چه کردیم با خودمون؟ چه به روز خودمون آوردیم؟ کسی که میاد چای تو هیئت میده مجانی این کارو میکنن. کسانی که اون چایی ها و قندا رو میدن مجانی میدن.
کسی که برق هیئت رو میاد میکشه مجانی میده، کسی که نقل و انتقالات رو انجام میده مجانی میکنه، کسی که میاد اونجا رو تمیز میکنه مجانی میکنه، تنها کسی که پول میگیره مداحی که اون بالا میخونه، اونا اجرشون با امام حسین نیست، بقیه اجرشون با امام حسینه. بگذاریم. دلم میخواد یک کلیپ براتون پخش کنم از این حسن آقا میری. خب آخون بوده، خوشبختانه الان آخون نیست، خلع لباس شده دیگه، میتونیم بهش بگیم که یه آدم حسابی میتونه شده باشه، امیدواریم. ولی مطالبی رو که میگه هم برای ما جالبه، هم برای کسایی که به ما میگن ضد انقلاب و ضد مذهب و غیره، از زبان خود کسانی که در ایران هستن و خودشون در هر صورت چهره ای هستن، اطلاعات مذهبی دارن و غیره. اینا وقتی وارد سیاست هم میشن، اگر موافق جمهوری اسلامی نباشن فورا طرد میشن، مثل همین حسن آقا میری که خلع لباس هم شد و مورد غضب حکومته. راجب پزشکیان، یه دونه عکس از پزشکیان تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود که رفته بود یه مسجد جایی کفشاشو خودش کفش در میارن میرن دیگه، کفششو خودش برداشت و آقا نمیشون همینجا آقا پزشکیان کفششو خودش ور میداره پاش میکنه تو مسجد که میره. ببینیم آقا میری راجبش چی گفته. انقدر خنده دار شده اوضاع کشور، مثلا این آقایی که رئیس جمهور شده کفششو خودش برداشت، که آقا دیدید کفششو خودش برداشت، خب میدم باباش باید ور میداشت، ماشاءالله انقدر متکبرن کفششون هیچ خوش ور نمیداره، یه نفر که ور میداره عجیب به نظر، آقا انقدر عجیبه کفششو خودش ور میداره. بعد تو الان مدیر بوده دزدی نکرده؟ نه بعد دزدی بکنه مگه؟ این چیز عادیه، اینا که کرامت نیست، انسان آدم نباید دزدی کنه. حالا اینقدر مسئول متکبر دوز دیدیم، یه نفر که مثل آدم عادی عجب کرامت، این کرامت نیست آقا، اینا هیچ کرامتی نیست آقا، مسئول نباید. این که 20 سال 30 سال چند سال پست و مسئولیت داره، 100 سال مسئولیت داشته باشه، یک قرون نباید بدوزی، خیلی چیز روشنیه. این که کرامت نیست، طرف محافظ اون از باب امنیت، محافظ جون شماست، نوکر باباتون که نیست، داره از این جایگاه حفاظت میکنه، نوکر بابات نیستش که حالا یه مدت بود سربازا رو میفرستادن بره نون بخره، بره بچه‌شون از مهده کودک بیاره، تو مهمونیشون کلفتی بکنه، آره ماشین بشوره، بی خود میکنید این کارا رو میکنید، اینا سوء استفاده است. حالا یه نفر این کارو نمیکنه که عجب آدم خوبیه، نه آقا آدم عادیه، مثل 90% جامعه است. شما انقدر خراب شدید فکر میکنید خیلی شاخ غول شکنده، نه خیلی آدم عادی مثل بقیه مردم. کرامت درست نکنید، الکی بوت هم درست نکنید، خواهش میکنم ازتون. هر چی بوت درست کردیم سوارمون شد، تموم شد. هر کی مسئول میشه بعد با چوب نقد بالا سرش وایساد، وگرنه خراب میشه. نوشته بود سربازان ایشون شیفته ایشون شو، الکی شیفته کسی نشید آقا، شیفته نشید، دو روز اومدید شیفته نشید، نه خطره، ما چوب این چیزا رو خوردیم. شما آدم داشتید خواب میدیدید با حضرت امام زمان و شهدا میگن برید به فلانی چیکار کنید و فلان، الان بهش میگید منحرف، اسد کمتری رد نمیشید، با همین حرفا منحرفش کردید. شما گفتید اطاعت از فلانی اطاعت از خداست، یارو در حد خدا بردید بالا، میخوای سرش گیج نره، خب سرش گیج میده، بعد سر یارو گیج رفته میگن منحرف، منحرف شمایید، شمایی که این تعریفا رو کردید، شمایی که میگفتید آره یه پیرزنی، آره استدلال رو ببین، یه پیرزنی توی جنوب اصلا اسم ایشون رو نشیده بوده، آیا احمدی نژاد رو میگفتن، اصلا اسم ایشون رو نشیده بوده، یه دفعه خواب پیدا گفته یه کسی در عالم رویا به من گفت به احمدی نژاد رو، این شد استدلال. حال تو خوبه 90% پیرمرد پیرزن ها ما به خاطر کمخونی سه خواب ندارن، نه که خواب میبینن، شعیب ابن صالح طبق احادیث فلان نمیدونم چی امام زمانه، مگه سیدی درست نگردید ظهور نزدیک است؟ شما کردید، بازم برید یه جا دیگه بوت دیگه درست کنید، خب ول کنید، دست بردارید، چه اینجورید؟ چه مثل آدم نمیتونید زندگی کنید؟ هبا یه بوت درست کنید. آقا دیدید رئیس جمهور کفشش خودش و خب رئیس جمهور باید کفشش خودش برداره، اون نیروی امنیتی مگه نوکر باباشه؟ اون بعد از اون جایگاه حفاظت بکنه، تموم شد رفت، حق نداری بهش بگی یه لیوان آب ورده بیار. عجب گرفتار شدیم آجا، یه نفرم مثلا بخواد الان شروع کردن کرامت گفتن، دو روز دیگه هم سه تا خواب باسش میبینن، فردا میگن شهدا گفتن نمیدونم چی چی،
پس فردا میگن فلان هیچی، یه بوت جدید درست میکنه، حالا دوباره ما بشینیم عزا بگیریم اینو چیکارش کنیم. یه دوستای ما میگه من حج بودم یه سالی، گفت یه دفعه دیدم حاجی ایرانی‌ها طواف و ول کردن دویدن دنبال یکی گویی که مسئولین اومده بود. گفت اصلا من همینجوری موندم، گفتم ای اینا رو ببین، مگه نمیگید دارید به اذن خدا و برای خدا دور این کعبه میچرخید؟ مگه نمیگید خدا گفته مثلا دور اینجا بچرخید؟ بعد یه مسئول اومده طواف و ول میکنید، میدید نشستید به مسئوله؟ شما دیگه کی هستید؟ بعد میان چرا هر کی مسئول میشه خراب میشه؟ خب شما خرابش میکنید با تملق، با چاپلوسی، با دریوری گفتن. بریم برای اینکه جیگرمون حال بیاد، یک هیئت، بعضی هیئت ها به خصوص تو یزد خیلی دارن استفاده میکنن از این شرایط مذهبی که بتونن حرف بزنن. دیدم در یکی از هیئت ها سرود ایران رو گذاشته بودن و زنجیر میزدن. بریم گوش بدیم به متن صحبت هایی که گفته میشه اینجا. ایران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم، شکم از حرام آکنده میبینم، شکم ها از حرام آکنده میبینم، چرا ای مردمان گریه از جا بر نمیخیزی؟ چرا ای مردمان گریه از جا بر نمیخیزید؟ حسینم از نفس افتاد افتاد، تنهاش میریزید، حسینم تشنه لب جان داد جان داد، آیا بر نمیخیزید؟ آیا بر نمیخیزید؟ به پا خیزید. ده ما خوب شباهت به بیابان دارد، کرکس و گرگتر از گرگ فراوان دارد، روز و شب دائما از گله ما خورده شده، رد پا پاک نشان از سگ چوپان دارد، سالها دوست فقط خانه رعیت زده است، ماجرا بد خبر از توطئه خان دارد، عجب از خان که چرا با همه مال و منال باز هم چشم به این سفره دهقان دارد، دزد ده را همگی خوب شناسیم، ولی بردن آن به زبان جرم و تاوان دارد، گله ها هیچ، در این ده خودمان در خطریم، ده ما گرگ تر از گرگ فراوان دارد. بریم ببینیم چه به روز این مملکت، فقط کشتن و زندان و شکنجه و راندخاری و فروش خاک مملکت و از دست دادن چیزا نیستش که. بزرگترین صدمه ای که زدن مغزهای این مملکت رو فراری دادن، مغزهایی که میتونستن ایران رو بسازن. نگاه کنید این کلیپ رو. یه دونه شاگردتون اگه بخواید گل سرسبد اعلام کنید که به یادشید و افتخار میکنید که شاگردتون بوده، کیه؟ اجازه بدید من اسم حداقل 10 تا 15 نفر رو ببرم. علیرضا فلاح دو تا مدال نقره المپیک جهانی ریاضی گرفت، بعدم فکر کنم برق شریف خوند، بعدم رفت MIT. دو سه ماه پیش هم متوجه شدم که رفته برکلی، حالا نه اونجا یا داره پست دکترا میخونه یا اسکات شده. نینا دلیر روی فرد که دو تا مدال طلای جهانی داره، اونم رفت MIT ولی الان کجا مشغوله دقیقا نمیدونم. تینا ترکمان هم رفت هاروارد، دکتراش هم فکر کنم پارسال یا پیارسال گرفت. سهند سیف خیلی آدم ویژه‌ای بود، اونم هم دوره همین بچه‌ها بود. این یه کارهایی تو ترکیبیات میکرد که هیچ کسی نکرد، یعنی به لحاظ ترکیبیات شاگرد ویژه من بود، خیلی خوب بود. الک بدرویا، الک هم دوتا طلای جهانی گرفت، فکر میکنم پرینستون رفت و جالب اینه هاروارد رفت. آها. و الک جالب اینه که دانشگاه فیزیک خوند، خیلی واسه من جالب بود، خیلی آدم خاصی بود، تفکرات خاص و چقدر با مرام با معرفت همیشتا شد دیگه داشتن دادی؟ اسمای زیاد دیگه اصلا اصلی کاری گذاشته بودم آخر سر بگم، اصلی کاری کیه؟ نه اصلی کاری ها زیاد. خب مثلا یگانه علی محمدی و من خیلی دوست داشتم، خیلی هم به لحاظ اخلاقی آدم منحصر به فردی بود، هم به لحاظ علمی. علی اکبر دائمی که حالا یه ذره عقب‌تره، ایشون هم خیلی خاص بود.
قرار بودش که مسئولان جمهوری اسلامی همه پاک دست باشن، همه با تقوا باشن، خدا دوست که نه، خدا ترس باشن، اما تک تکشون بدون استثنا، یعنی یک آدم سالم توشون پیدا نمیشه. نگاه کنید ببینید پستای مدیریتی رو میفروشن، مهم نیست که طرف تخصصی داره یا نداره، پول باید بده مدیر کل فلان جا بشه. این از زبان خودشون بشنوید. آقای صدر بیش از 3 جلسه در دفتر آقای صدر ما گذاشتیم. بگید صدر کیه؟ اسم کوچیکش، عنوانش؟ آقای صدر سید سعید صدرزاده، مشاور شهردار تهران، مشاور آقای زاکانی. بیش از 3 جلسه ما در دفتر ایشون که تو خیابان بهشت واقع بود جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم. بیش از 8 جلسه تو نماز جمعه تو میز خدمت من با ایشون صحبت کردم و توی دهکده ورزشی 2 جلسه داشتیم، توی بنیاد قدیر جلسه داشتیم. ایشون به خاطر من اومدن پیش آقای صدباغ شهردار منطقه 1 و جلسات مختلفی رو ما با هم دیگه برقرار کردیم به جهت اینکه من بشم معاون شهرسازی و این موضوع رو به همه جا در واقع منعکس میکرد. به معاون شهردار تهران هم در واقع معرفی میکرد که آقای افسون به عنوان معاون شهرسازی منطقه 1 هستن. این موضوع رو همه جا منعکس کرد و در آخر از من 400 تا سکه برای 450,000 دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردن که شما باید این اعداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهید رسید. امروز متاسفانه با خبر شدیم یکی دیگر از سینماگرانی که زندانی بود تقاضا میکنم ازتون اسلامی و آزاد شده بود امروز باز دست خودکشی زد. کشتن هنرمندان از داریوش مهرجویی بگیرید، خیلی ها رو دیگه همه رو شنیدید و دیدید، حتی مرگی مثل مرگ آقای کیارستمی که مشکل ایجاد کرد برای خیلی ها، ولی کوتاهیش باعث شدش که این اتفاق بیفته. یک خاطره جالبی رو، یک کمی هم طنز، آقای کیارستمی از دعوت کروسووا با کارگردان ژاپنی که همتون میشناسینش چون کارهای خیلی زیبایی ازش دیدید، 7 ساموراییش خیلی تو ایران مشهور بود. بریم خاطره رو بشنویم که آقای کروسووا دعوت کردی یه شب از آقای کیارستمی. داستان آقای کروسووا هم خیلی جالبه. من یه جایی رفته بودم توی یاماگاتا، رفتم تو رسپشن دیدم که پیغام گشتن که من با آقای کروسووا تماس بگیرم. بعد نشون دادم به مترجم، گفتم یعنی مال منه، گواره شما رو اتاق درسته، اسمت هم درسته. واسه رفتیم خونهش، حالا خیلی مفصل بود و دیگه خودش چایی آورد از این پله‌ها که میورد بالا، دستش میلرزید و 83-84 سالش بود دیگه. ما که خواستیم پاشیم گفتش که بیا بریم بیرون امشب با هم ساکی بخوریم. من تا اومدم بگم که باشه، یه دستیار داری خانم نوگامی ترون هم اومده پشت سرش اینجوری کرد، گفت قبول نکن. ما هم گفتیم که باش. گفتم که آخه من نمیتونم این دفعه قرار دارم و دفعه دیگه. گفت شاید دفعه دیگه بیای دیگه من نباشم. گفتم از همین دارفا دیگه هستین و انشالله عمر شما 1000 ساله باد و این داستان ها. گفتم اومدیم بیرون، بعد به این خانم گفتم آخه این یک شانس خیلی بزرگی بود که من با کروسوا ساکی بخوریم، چه نداشتی. واقع داستانی که آقای کروسوا مریضه، حق نداره ساکی بخوره، دکتر گفته به هیچ عنوان نباید بخوری. گفته آخه گاهی من مهمون دارم نمیتونم که با اینا نخورم، اگه اونا هم نمیخورن این جز به پروتکل خلاصه ژاپنیا نیست که. گفته خیلی خوب، وقتی مهمون داشتی بخور. گفت حالا این هر شب مهمون دارد. اون شب مهمون نداشت، لیست رو نگاه کرد تو فستیوال، گفت یک کسی به اسم کیارد، این کیه؟ این فیلمسازه. گفت همین رو دعوت میکنه. تمام شد فان دفعه بعد که رفتم نیه نبودم. نمیش گرم، قشنگ بودش خاطرش، یادش بخیر. ما هنرمندان عزیزی رو در جمهوری اسلامی بی خودی از دست دادیم، چه از روی قصد چه از روی نمیدونم چی بگم. بریم یک کار طنز رو هم ببینیم از مدیرانی که میدونید تو جریان انتخابات ریاست جمهوری در
همین یکی دو ماه گذشته همه ریاست جمهوری یه قولایی دادن، آقا ما فیلترینگ رو برمیداریم، ما گوشت میدیم در خونه، ما زمین میدیم به عروس دومادا، ما هزار تا از این چیزا گفتن و انتخابات هم تموم شدش. بعد بلافاصله همین آقای پزشکیان رو یه مصاحبه با مشاورش کردن دو روز بعد از انتخابات، گفت نه آقای چیز هیچ کدوم این قولا رو اصلا هیچ قولی نداده فلان اینا، اصلا یک افتضاحی. بریم طنز یکی از این جواب مدیران رو با هم ببینیم. جناب آقای دکتر، شما با اینکه یکی از طرفدارای سرسخت فیلترینگ هستید ولی به صورت نانستاپ در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده فعالیت دارید. البته شایسته است که به جای واژه بیگانه نانستاپ از معادل فارسی اون استفاده کنیم. بنده به صورت لاینقطع در این فضا فعالیت دارم، چون معتقدم که حضور در این فضا ایرادی نداره، خود فضا ایراد داره. خب شما فیلتر شکن استفاده میکنید در حالی که استفاده از فیلتر شکن تو ایران ممنوعه. نه، استفاده از این بازمسدود کننده ها ایرادی نداره، خرید و فروش این بازمسدود کننده هاست که ممنوعه. آها، وقت شما مگه نخریدید؟ نه، به منده هبه شده. ببخشید، شما آیفون دارید، مگه آیفون توی کشور ما ممنوع نیست؟ نه، داشتن آیفون مشکلی نداره، خرید و فروش و واردات این کالای کجاست که ممنوع و مشکل داره. خب مگه شما نخریدید؟ نه، به بنده هبه شده. هبه برای چی جه سرتون؟ سر ختم سوران. ختم سوران خودتون؟ نه، سر ختم سوران خودم که آجیل خوری آرکوپال آوردن. اینو سر ختم سوران آقازادمون آوردن. ماشاءالله چه اقوام پولداری دارید. نه، اقوام نیوردن، این رو یکی از کارخونه داران به نام که با سازمان ما در تعامل هستن برامون آوردن. جسارتن یه ذره مشکوک نیست؟ نه، مشکوک نیست، ما با این بنده خدا خیلی وقته که رفاقت داریم. آها، اون وقت بعد چند وقته؟ از سال 13-14 روزی هست. ماشاءالله ماشاءالله، شما چقدر شیملس هستید واقعا. هبه شده به هم. شیملس بهتون هبه شده؟ هبه کردن به من. درست. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داریوش باقری هستم در برنامه این روزها. فریدون مشیری گفته در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این نان، ما نشستیم و تماشا کردیم. من در حیرت، هر دفعه تو همه برنامه میگم در حیرتم از این جوانانی که میرن دسته های زنجیرزنی و سینه‌زنی و عزاداری کشته شدگان 1400 سال پیش، کشته شده های 1401 رو فراموش میکنن. برای ابوالفضل سینه، چند تا ابوالفضل میخواین الان من نشونتون بدم در همین سال 1401 که به دست این دشقیمان کشته شدن؟ ببینین این کلیپ رو. ابوالفضل با وفا، ابوالفضل با وفا، علمدار لشکر، علی هاشمی نصر، امیر دلاور. ابوالفضل با وفا، علمدار لشکر، مه هاشمی نصر، امیر ابوالفضل با وفا. نادان کیست؟ نادان کسی است که از جنوبی ترین قسمت تهران از خانه استیجاری 50 متریش با اتوبوس و مترو می رود به مرکز شهر تا پشت سر یک آقا که از شمال تهران خیابان فرشته با مرسدس بنز و اسکورت و تشکیلات می آید، نماز جمعه بخواند و در خطبه های نماز به او بگوید قناعت کن و بابت این وضعیت شاکر خدا باش و با همین کم بساز تا در آن دنیا اجری عظیم بیابی. یکی دیگه از خطبه کیارستمی رو راجبش صحبت کردم در بخش اول. حالا میخوام از داریوش مهرجویی هم
بعضیا میگن آخه چرا برای چی باید اینا رو کشته باشن حکومت؟ نگاه کنید کلیپ رو. دخترای کوچیک، مدرسه‌ای، دبیرستانی نابود میشن، گم میشن، مفقود میشن. این سیستم هاست دیگه. ما یه تأسف خیلی واقعا از این مزایا رنج میبرم، حالم روحیم اصلا خرابه، روانی شدم، سایکیک شدم، خیلی مایه تأسف که چرا ما الان در رژیمی هستیم که اینجور بیرحمانه داره جوانها رو نابود میکنه. این از همون تم نخبه کشی میاد که دو مرتبه هر کس که باهوشه و هوشیاره باید نابود بشه. جورج کارلین یک استنداپ کمدین بی‌نظیر و بسیار هوشمند و اندیشمند بودش. کاراش هم با همه کسای دیگه متفاوت بود. میگه دولت‌ها نمی‌خواهند یک جمعیت هوشمند داشته باشند، زیرا بر افرادی که تفکر انتقادی دارند نمی‌توان حکومت کرد. آنها مردمانی می‌خواهند که فقط تا اندازه‌ای هوش داشته باشند که بتوانند با ماشین‌ها کار کنند و به اندازه کافی احمق باشند تا همیشه رأی و مالیات بدهند. یک کلیپ دیگه می‌خوام براتون پخش کنم برای عزاداری محرم به کارتون میاد. اینها بیشتر به کارتون میاد. نگاه کنید. از خون میگوید بیشک پرستیدن گاوی که آن را می دوشیم. بعضی میگن چرا بعضی از مذاهب هندی ها گاو می پرستن. میگه بیشک پرستیدن گاوی که آن را می دوشیم بهتر از رأی دادن به گاوی است که ما را می دوشد. یک امامزاده ای، می دونی امامزاده ها همه شون رو هوان، اصلا هیچ پیشینه تاریخی که ندارن، ولی ما به هر دلیلی دلمون میخواد بریم متوسل بشیم بهشون. حالا اون یه چیزی، یه امامزاده یه خونه، یه ساختمون قدیمی داشته، اینو خراب کردن که نو بسازن. بعد مردم میرن. نگاه کن خریت و سادگی اینا بگم، یا اون دیوسی که اون بالا وایستاده داره نخاله ساختمونی رو میفروشه. ببین چجوری ایستگاه ملت گرفته اینا. اینجا کاشان حرم شاهزاده زیده، محوطه حرم، یه دونه ساختمون نیمه ساز بوده، بردن اونجا نخاله ساختمونی رو به عنوان تبرکی دارن بهشون میفروشن. شما را نمیدانم، اما ما سالهاست بیشتر از این که عزادار چیزهایی که شنیدیم باشیم، عزادار چیزهایی هستیم که دیدیم. اما چه بگویم از جماعتی که حاضر نیستن اندکی تعمق کنن، فکر کنن راجع به کاری که میکنن.
این بحث نظری دادن و نظری گرفتن خودش یه اصلا یه چیز حیرت انگیزیه. یه عکس هستش از این شهرداری شیراز، اونو برام بذارین. تو شهرداری شیراز اومدن یه میدونی تو شیراز درست کردن به نام میدان نظری. یه آقاییه که داره یه دیگه مسی بزرگ هستش هم میزنه، مثلا نظری داره میده. بعد یک خانومی یا یه دختر بچه هم اومده ازشون غذا بگیره، غذای نظری بگیره. خب مجسمه اینا رو ساختن و اینا، و اون دیگه مسی بوده. چون دیگه مسی بوده، فردای روزی که این مجسمه نصب شده ببینین چه اتفاقی افتاده. دیگو دزدیدن. دیگه مسیه چون گرو قیمت بوده، همون فرداش دزدیدن بردن و میدان نظری بدون دیگه نظری مونده. مردم گرسنه. اما بیان یک کمی از خودمون خجالت بکشیم. چند تا دو سه تا از این نظریایی رو که مردم میرن غذای نظری بگیرن، اینی که آقا مردم گرسنن و فلان اینا رو، آدم عزت نفس داره. یعنی چی گرسنه است میره این کارا رو میکنه؟ نگاه کنین. بعدی بعدیش هم نشون بدین، سه تاشو پشت سر هم نشون بدین. اصلا دو سه تا کلیپ هم هست که همینا که دارن اینا رو برمی‌دارن، یکی دو تاشون افتادن تو دیگ اصلا. آقا میگید که نه مال فقر این حرفاست؟ میبرمتون تورنتو. آدمی که از ایران پا میشه میره تورنتو، دیگه حداقل پول بلیتش چند صد میلیونه، نمیدونم چند ده میلیونه دیگه. پول دارن، وضعشون خوبه. یه ماشین اومده چقدر حقارت میخواد. نظری بده ببینیم مردم چه میکنن تورنتو. قطر سومین شهروندان ثروتمند دنیا را دارد از پول فروش گاز حوزه مشترک گازیش با ایران. حال سوال از مسئولان ایرانی این است که سهم شهروندان ایران از این منبع انرژی ملی چقدر است؟ مردم ایران از نظر دارا بودن یا ثروت در چه جایگاهی در جهان قرار دارند و چرا؟ ولی من همه حرفا رو زدم، ولی یه موقعی میشینم پای صحبت این آخوندا اصلا زندگی موض میشه، متحول میشم اصلا. نگاه کنید شما واقعا ببینید اینو بشنوید آیا واقعا زندگیتون تغییر نمیکنه. گوش بدید. یک مرتبه دو تا پسر
از در مسجد وارد شدن، گفتن مادر من تا خبر به او رسید خوشی علیه افتاد رو بید. بعضی هم میگن آقا این صداش شل کردن، نمیدونم، نه به خدا همین جوریه این، یعنی بیشتر از این. آقا آخوند جوون میخوای؟ آخوند جوون نشونتون میدم. پول ندارید، غذا ندارید، فقط وقتید، بیچاره اید. اینا همش پیش بینی شده بوده، اینا همش برای مردم بدبخت بوده که امام زمان بیاد پول اون آخوندا و مقامات جمهوری اسلامی اینا سر جاش. اونا نه، اونا کاری ندارن، اونا یارانه حضرت مهدی هستن. نگاه کن، اگه تو هم خسته شدی از اوضاع تورم، از اوضاع گرونی، از اوضاع کوچیک شدن سفره‌های مردم، خراب بودن بازار، از اینکه جیبمون دیگه خالی شده، از اینکه گوجه و سیب زمینی و ماکارونی دیگه نمیشه خرید، از اینکه مردم دادشون در اومده، تکراری بزنم، نمیخوام عملکرد کسی رو توجیه کنم، یه حدیث امام صادق علیه السلام دیدم درجه یک بوده، اومدم بهت هدیه بدم و به رسنگی‌ها در آخر زمان به وسیله افسایش نرخه و در کنارش کاهش مال رو ما داریم در آخر زمان، یعنی جیبمون خالی میشه، حساب بانکیمون فقط داره باد هوا میخوره. حضرت فرمود کاهش مال در آخر زمان به وسیله خراب بودن بازاره، به وسیله کسادی بازاره. حضرت مژده داده اینجا، فرمود که مژده به هر کسی که این زمان رو درک کنه و صبر کنه، کسی که صبر کنه این زمان رو درک کنه و صبر کنه، مژده به زودی حضرت قائم خروج میکند. تا خدا اینجاست نگرانی اینجاست. خب بذاریم هوا رو عوض کنیم، فضا رو عوض کنیم. یه عکس هستش از یک آدم، شماره بذارم کدومه برات بگم، شماره 24. این عکس رو بذارید. آره، این عکس در سال 1946 گرفته شده. این مرد کن شیمزوس، او 35 سال سن دارد، او 2 فرزند دارد، او هرگز نمی دود، دیر می خوابد، هرچه دلش می خواهد می خورد، حتی به جای آب آبجو می نوشد، هر شب شام را با انواع غذاهای مختلف می خورد. شیمیزو برای به دست آوردن چنین اندامی چه می کند؟ شیمیزو هیچ رازی ندارد. شیمیزو فردی است که در گوشه پایین سمت چپ عکس نشسته. در مورد مردی که وسط ایستاده هیچ اطلاعاتی نداریم. فضا رو عوض کنیم دیگه، بریم به مانی، اسمش رو ببینم یادم، مانی خوشبین. کلیپش رو نگاه کنی، هر برداشتی دوست دارین روش بکنی. با ثروتمندترین ماشین باز ایران آشنا بشیم. مانی خوشبین با ثروتی حدود 500 میلیون دلار در سن 14 سالگی فقط با 2000 دلار به امریکا مهاجرت کرد و کارش رو با کارگری داخل یک رستوران و جمع‌آوری زباله شروع کرد. علاوه بر اینکه خودش شرایط مالی خوبی نداشت، به فکر کمک کردن به پدر و مادرش هم بود. مانی در سن 16 سالگی یک نقاشی از یک عمارت بزرگ با 2 مرسدس بنز کشید و با این تصویر ذهنی به بازار املاک وارد شد و رویایی که داشت رو به واقعیت تبدیل کرد. الان صاحب یک عمارت بزرگ و کلکسیونی از کمیابترین و گرانترین ماشین‌های موجود در جهانه. مانی در تمام مصاحبه‌هاش میگه تو تلاشت رو بکن، ذهنت بقیه‌اش رو حل می‌کنه. آیا این حرفش رو قبول داری؟ دانستنی های برتر میخوام بشوره ببره، میخوام کوچلاری رو با ترجمه فارسی براتون یه دقیقه پخش کنم. نگاه کن، توی کوچه ها پاشیدم، کوچلاری سوساب میشم، کوچلاری سوساب، وقتی یار میاد خاک نباشه، یار گلنده تو ظلم است،
یار گلنده تازار یه جوری بیاد و یه جوری بره اله گلسین اله گتسین اله گلسین اله بینمون حرف و حدیثی نباشه آرام از دست از علماسو آرام از دست از آتیش کردم سماورو سماور اتسال ماشم سماور اتسال توی استکانا هم قند انداختم استکانا گتسال یارم رفته و تنها مونده یارم گدیب تک گل ماشم یارم رفته و تنها مونده خب دوستان عزیز طرفداران دستگاه‌های جیل باکس HD 500 818-451-5678 لازم نیست راجع به مشخصات دستگاه جیل باکس براتون توضیح بدم اما کسانی که مایل هستید دستگاه جیل باکس HD 500 رو داشته باشید آخرین مدل دستگاه جیل باکس رو به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید دستگاه جیل باکس رو به قیمت خود کمپانی یعنی 389 دلار تهیه بکنید هر جام هستین تو هر کشوری هستین از همونجا از انبار همونجا براتون دستگاه رو میفرستن در منزلتون و دستگاه رو تحویل میگیرید دستگاه جیل باکس HD 500 تنظیم شده آماده میاد در خونتون نیاز نیستش دیگه کسی رو بیارین که دستگاهتون رو وصل کنن از این شماره که میخرین وارانتیش هم از همون روزی که دستگاه رو نصب میکنین شروع میشه به این شماره که زنگ میزنید دستگاه اصل و اورجینال جیل باکس خیالتون راحته چون کارتتون رو کردیت کارتتون رو فقط هم با کردیت کارت میشه خرید کرد سالمترین راحتترین سیستمه از همه مهمتر این که دستگاه تنظیم شده هستش به اسم خودتون رجیستره و به شماره 818-451-5678 که زنگ میزنین علاوه بر این که تلویزیون پارس رو حمایت میکنین چون ما رو خیلی شما دوست دارید چون ما شما رو بیشتر دوست داریم حسن دیگرش هم اینه که وقتی به این شماره زنگ میزنین و دستگاه رو تهیه میکنین اگر بعدن سوالی کمکی راهنمایی بخواید باز میتونین به همین شماره زنگ بزنین و سوالاتتون رو بکنین دستگاه جیل باکس HD 500 پیشرفته ترین مدل دستگاه ریسیور اینترنتیه دستگاه جیل باکس HD 500 بیشتر از 800 کانال تلویزیونی به زبونهای مختلف داره در بخش فارسیش بیشتر از 240 تا 50 تا کانال فارسی داره که در این کانال‌های فارسی نزدیک به 40-50 کانالش اختصاصاً فقط در جیل باکس شما هیچ دستگاه مشابهی رو نمیتونین پیدا بکنین که اولا این کیفیت تصویری رو داشته باشه دوم این که این همه کانال فارسی این 40-50 تا کانال که در اون 250 تا کاناله فقط در جیل باکس شما میتونین تهیه بکنین ببینینش علاوه بر این کانال های مخصوص کودکان داره کانال های فرهنگی، هنری، سیاسی، مذهبی خیلی کانال های مختلف داره که میتونید ازش استفاده ببرید و رادیوهای فارسی زبون و غیر فارسی زبون رو میگیره فیلم های سینمایی و سریال بیش از 1 میلیون ساعت داره که هر شب هم بهش اضافه میشه و اینکه اپ هم داره یوتیوب و نتفلیکس و غیره هم داره 818-451-5678 میخواستم یه مطلبی رو راجع به ویدیوهای آخر بهتون بگم به نمیدونم کجا گذاشتمش اگه بتونم پیداش بکنم براتون بخونمش که بسیار بسیار قابل شنیدن هستش فکر کنم اینجا باشه نه حالا مهم نیستش بله خانم لاله پورکریم قصه کوچش رو براتون میخونه در حضور این دختر مهاجر و پناهنده از خطه گیلان و صدای بی نظیر داره نگاه کنید و ازش لذت ببرید و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود خدا نگهدارت